فروغ کنعانی پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت همراه ما هستند. خانم کنعانی، جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرده که راهپیمایی 22 بهمن گسترده برگزار بشه. چقدر فکر میکنید که در این امر موفق بود؟ آیا تونست مردم عادی رو به خیابون بیاره؟ بر شما، فکر میکنم گزارشات شما به خوبی پاسخ این سوال رو داد. ما در تصاویری که میبینیم که در شهرستان ها و در هر جایی که حالا زور حکومت چندان نچربیده، نه طبیعتا مردم نمیاد. بابت این قضیه هم گواه ما این هست که به هر حال این حکومت مشروعیت خودش رو مدت هاست که از دست داده. شما در حال حاضر واقعا چند تا حکومت میبینید که اینقدر مدعی دموکراسی باشه، سخنرانی های رئیس جمهور جمهوری اسلامی رو گوش بده، این همه ادعا داشته باشه، معتقد باشه که همه چیز بسیار عالی داره پیش میره، اما همزمان حداقل 8 میلیون دیاسپورا به صورت فعال در حال نمیدونم درخواست این باشن که یکی از موثرترین سازمانهاش که مثل همین سپاه پاسدارانش در لیست تروریستی قرار بگیره، نمیدونم سفراش اخراج بشن و بیش از یک سال و نیم تقریبا هر هفته یک تجمع اعتراضی خلاصه در یک گوشه دنیا علیه اون برگزار بشه. حالا در داخل ایران هم که برگردید نگاه کنید، تجمعات صنفی، اعتراضات، نوشته های سوشال مدیا و از همه مهمتر خود احکام قضایی که علیه این مردم صادر میشه به خوبی از اعدام ها بگیرید تا حبس های طولانی مدت داره مشروعیت این نظام رو نشون میده. نه، این حکومت مشروعیتی نداره. همین چند نفری هم که شرکت کردن یا بچه مدرسه ها بودن یا کسانی که به هر حال مزد بگیر این حکومت هستن یا خب گمراه سیاسی در هر جامعه ای وجود داره، طبیعتا در جامعه ایران هم تعدادی هستن که فکر میکنن لابد حالا جمهوری اسلامی یک حکومتیه که قابل اعتماده، هیچ اشکالی نداره، ما با این اقلیت هم به هر حال مجبوریم سر و کله بزنیم و خب هستن. اما این به گواه شعارهایی که نشون دادید و از همه مهمتر تصاویری که دیگه واقعیت جامعه است از طرف مردم هم اومده، هیچ مشروعیتی برای نظام نمیاره. اینها در واقع همون اصطلاح معروف سیرک حکومتی فقط میتونه در موردشون صدق کنه در این شرایط. تصاویری هم از زنان بدون حجاب اجباری بچه مدرسه ها در خبرگزاری های مختلف منتشر شده، در حالی که حکومت میبینیم شدیدترین برخورد ها رو با زنان مخالف حجاب اجباری داشته. حضور این زنان در راهپیمایی رو چطور ارزیابی میکنید؟ این هم حربه جدیدی نیست سرکار خانم. مدت هاست که جمهوری اسلامی یک چنین رفتاری داره و در سالهایی که ما حالا در این چند سالی به خصوص در سوشال مدیا فعالیت و وجود داشته، هر سال می‌دیدیم که یه عده‌ای مثلا آقایون با کراوات، با کت‌شلوارهای عجیب و غریب، با رفتارهای خیلی کارناوال طور و از همه جالبتر زنانی که ناگهان بی‌حجاب میشن و هیچ کس باشون کار نداره، انگار نه انگار که در همین جامعه مهسا امینی رو به بهانه مو به کشتن دادن، به قتل رسوندن و از همه مهمتر چقدر زن آزاده و آزاده منش داریم که به خاطر چنین احکامی هر روز دارن آسیب میبینند، از ضبط ماشین ها و وسایل نقلیه شون بگیرید تا آزارهایی مثل شلاق، مثل زندان، مثل جریمه های نقدی. این در واقع همون پروپاگاندای معروفی هستش که شما در خیلی از کشورهای تحت دیکتاتوری های تمامیت خواه میبینید و جمهوری اسلامی هم طبیعتاً خوب درس گرفته و خوب درس پس میده. اما واقعیتش نه، مشروعیت این نظام برای این مردم با این فیلم ها و این ادا اصول ها تغییر میکنه یا به دست میاد. حکومتی که در قعر اقتصادی قرار داره، حکومتی که جنگ افروز، نفرت فراکن، تفرقه اندازه و از همه مهمتر جنایتکار و تروریسته، حالا اینکه دو تا زن حکومتی که قبلا ما میدونیم همشون هماهنگ شده با بی حجاب، موهای رنگ شده یا هر چیزی میان، این در واقع نشون نمیده که ما با یک حکومت سالم طرفیم. این رو حتی دنیا دیگه الان میدونه. یک سال و نیم ما فریاد میزنیم و خبر خوب اینه تمام سیاستمداران خارجی منتظرن که خیزش انقلابی ما از حالت رکود بر بیاد و در واقع دوباره به مرحله خیابان برگرده و مطمئن باشید که اون موقع دنیا هم مجددا حمایتش رو از مردم ایران نشون خواهد داشت، برای اینکه این چیزی هست که مردم میخوان و حکومت ها میدونن که خواسته مردم همیشه ارجح هست به خواسته دولت های تروریست دیکتاتوری. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از فرانکفورت.